در مورد سیب زمینی های رستورانی سوال کرده بودیم. ببینین عزیزان، این سیب زمینی ها رو معمولا برش های بزرگ میزنن و بلانچ میکنن. بعد از برش زدن سیب زمینی رو بلانچ میکنن، یعنی توی آب جوش یک دقیقه بلا فاصله توی آب سرد یک، و بعد توی آبکش میریزن، توی روغن فراوون سرخ میکنن. قبلش هم میتونین سیب زمینی رو با ادویه و نمک مزه‌دار کنین، بسیار عالی میشه. روی سیب زمینی کاملا سرخ میشه و توی سیب زمینی پوک و خوشمزه میشه. امیدوارم از خوردنش لذت ببرید. امروز با هم کتاب مزه های مهمونی رو یه مروری بکنیم. کتاب انتخاب خیلی مناسبیه برای برپایی مهمانی ها و مراسم های شما. همونطور که میبینید توی این کتاب تمام فینگر فود ها آموزش داده شده، از انواع توپی ها و پنکیک ها گرفته تا کرپ ها. به عنوان مثال ما یه کرپ پایه رو به شما آموزش میدیم و بعد انواع مختلف اون بهتون آموزش داده میشه. انواع رول ها مثل رول های بادمجون و سلمون رو آموزش دادیم توی این کتاب، اسپرینگ رول ها و سموسه ها، کاناپه ها انتخاب خیلی مناسبی هم برای صبحانه و هم برای عصرونه هستن. از مباحث دیگه این کتاب که میتونیم بهش اشاره بکنیم تارترت ها هستن که هم میتونیم با خمیرهای خونگی و هم با خمیرهای موجود توی بازار اینها رو درست کنیم، که انواع تارترت های میگو و فینگر فود های مختلف توش هست. فینگر فود های قاشقی این روزها طرفدارهای خاص خودش رو داره که اونها رو هم از قلم ننداختیم. کاسه های مختلف فینگر فودی مثل کاسه های پارمزان، کاسه مرغ، کاسه لبو و گوجه از خود مواد غذایی استفاده کردیم برای تزیین ظروف. انواع لقمه های مختلف کاملا آموزش داده شده. یکی از مبحث های جذاب با رسیدن تابستون مبحث برگر ها هستش. مارینیت انواع مرغ ها را آموزش دادیم. چوب های طعمدار میتونه انتخاب خوبی برای پیکنیک های ما باشه. مزه های سوخاری کاملا بهش اشاره شده، از توپی های مختلف گرفته تا پاچینی و گوشت های مختلف مثل فیله مرغ و حتی سبزیجات به صورت سوخاری توی این کتاب آموزش داده شده. یک مبحثی رو داریم به عنوان دستورات شکمپر مثل بادمجون ها، قارچ ها و سیب زمینی ها که میدونم خیلی با ذائقه ما ایرانی ها همخونی داره. پنیرهای طعمدار، کره های طعمدار و دیپ ها که این روزها طرفدارهای خاص خودش رو داره. در آخر هم یه سری نون های طعمدار آموزش داده شده و با مزه هایی مثل حمص و متبل و بابا قانوش که میدونم مورد سلیقه شما هستش این کتاب به پایان میرسه.